دوست داری حال کیو بگیری؟ حال کیو بگیرم؟ یا حق کیو، حق کیو کف دستش بذارید؟ راجب بابات دارم میگم. آها آره. نه اینو من نمیگم. حالا نه نمیخواد اسم اینو بگیر. آره اسم نمیخواد بگی. ولی افرادی بودن که سهیم بودن توی این قضیه. پدر من کانکشن های سودجوانه زیاد داشته، افرادی که بدون در نظر گرفتن هیچی و بدون واقعا انسانیت، صرفا برای اینکه این آدم یک امتیاز اجتماعی داره که با 20 سال زحمت کشیدن به دست آورده، دوست دارن که استفاده که نه سوء استفاده بکنن. خب این یه چیز خیلی نرمالیه و تو ازش خبر داشتی و من یه ذره دیر ازش خبردار شدم، ولی شدم. مثلا بدترین سوء استفاده که اسم و چهره بابات کردن چی بوده که رو مغزت راه میره از یک ببین هست یک سری چیزهایی هست، ولی واقعا به دلایلی که هست صلاح میدم نگم، ترجیح میدم کسی در جریان نباشه، به خاطر اینکه من نمیخوام مثلا برای کسی بچه یا مثلا نه اسم نمیخوایم بگیم. میدونم ولی بالاخره یه سری آدم متوجه میشن، میدونی مثلا بشن شاید خجالت بکشن از کاری که کردن. نه و یه سری در خانوادگی هم هست، بالاخره من باید واقعا همه خصوصیه، مثلا بزرگ خانواده که مادرم هست مثلا اول هماهنگ باشم که مثلا بدونم چی و مثلا الان مرد خونه توی اینو بگم. آره مرد خونه توی چی جوریه؟ متاسفانه پشت و پناه تکیه گاهت که بابا بوده الان نیست، الان تو چی کار میکنه توی این وضعیت؟ چی جوری مثلا خرج خونه رو در میاری؟ چی جوری درس تو باید بخونی؟ چی جوری باید از نظر عاطفی به مادرت برسی، به خواهرت برسی؟ یه پسر 18 ساله تو این روزگار سخت شده مرد اول آخر خونه. ببین مرد بودن یک صفتیه که مشخصا نر بودن لزومش نیست. خب من حس میکنم که من نمیتونم به خودم بگم مرد خونه تا زمانی که مادرم هست. خب من مادرم خیلی مردتر از هر مردیه که ممکنه که بتونی فکر کنی. خب و واقعا هر جایی که ما هستیم مدیون مادرمیم، هم من هم خواهرم، به خاطر اینکه خیلی جاها یه جوری هندل میکنه ماجرا رو که مثلا 10 روز بعدش تو اینطوری میشی که مثلا چجوری تونستی، میدونی؟ بزرگترینش همین اتفاقی که الان افتاده، میدونی؟ و حس میکنم که راجع به اون سوالی که پرسیدی که بحث مثلا شرایط داخل خانه و اینا، اینطوریه که ما الان دیگه نه فشار به صورت کامل رو منه، نه فشار به صورت کامل رو مادرم، نه رو خواهرم. ما ستایی داریم هندل میکنیم قضیه رو، دقیقا، چه از نظر عاطفی، چه از نظر در واقع شرایط خونه، چه از نظر مالی. اینطوریه که من یه سری درآمد برای خودم دارم، خواهرم یه سری درآمد برای خودش داره، مادرم هم یه سری درآمد برای خودش داره و ما میذاریم وسط به صورت حالا ماهیانه، حالا تا حالا بیفته رو غلطک که ماهیانه بخواد بشه، و در واقع سهم میذاریم وسط و خرج خونه در میاد. دونگی با هم زندگی میکنیم. آره و هر کی حالا یک سهمی از پول خودش رو هم برای خودش خرید و نمیدونم مثلا لباس و اینجور چیزا مثلا داره. تدبیریه که فعلا اندیشیدیم تا ببینیم چه جوری میتونیم جواب بده و چه جوری کار میکنیم. من یه چیزی مثل مردم تعریف کنم، اونم که عالی یه هنرمنده، خودش الان به شما میگه که کاری که میکنه و منبع درآمدش از کجاست و فکر میکنم واسه شما هم خیلی جذاب باشه. ازم بیا از اول شروع کنیم. هر جا دوست دارید. من مثلا 8-9 سالم بود، کمتر 7-8 سالم بود، بعد پدرم گفتش که بیا بریم کلاس بسکتبال، بعد من رفتم کلاس بسکتبال و دیدم که به نتیجه نمیرسم، اومدم بیرون و اینطوری شد که اوکی بیا بریم شنا رو امتحان کنیم. رفتم شنا و بازدم دیدم به نتیجه نمیرسم، پدرم اینجوری که بیا بری گیتار یاد بگیر. ورزش میخواد، دوستش ورزش کار بشه، دوستش که ببینه به کجا میرسم. چون پدرم خودش شناگر بوده، یعنی اساسا اینطوری بودن که با برادرش مثلا عرض صدر رو شنا میکردن، مثلا 50 بار میرفتن میومدن.
و تشم اینطوری شد که من با بابا میرفتم استخ، مثلا من تو این قسمت کم عمرش بودم و پدر مثلا 500 بار میرفت تو طول و برمیگشت. اینطوری بودم که من همچنان دارم از این ور عرض میرم. آره اینطوری شد که منو گذاشتن کلاس گیتار. حالا یه سری پس زمینه هایی بود، از جمله این که من پدرم هم خودش اساسا این مقوله رو برام در واقع معرفی کرد، یه گروه های بزرگی رو به معرفی کرد از بچگی، از مثلا 3-4 سالگی برای من کینگ کریمسون میذاشت، لد زپلین میذاشت، نمیدونم جانی کش میذاشت، و پدرم هم خودش گیتار میزد و اینها، مادرم پیانو میزنه، خواهرم کیبورد میزنه. اینطوری شد که من از اول 9-10 سالگی با گیتار الکتریک شروع کردم. از اون موقع تا الان 9-10 سال دارم ساز میزنم و میخونم. آره یه 2-3 ساله که شروع کردم به خوندن و اینها. پروفشن اصلیم ریتم گیتار و خوندنه، یعنی اساسا اگر اجرایی باشه یا تنها، یعنی خودمم و گیتارم و میکروفونم، یا اینکه فرانتمن بنده، یعنی اون شخصی هم که جلو وای میسه گیتار میزنه و میخونه، در واقع استرامش می فرانتمن. و اینطوری شد که آره من گیتار شروع کردم یاد گرفتن، گذشت و من گیتار رو داشتم با خودم و یه جورایی حالا نمیدونم مثلا استعداد بود یا مثلا تلاش و تمرین و علاقه بود و اینا، ولی مثلا یه وقتایی میشد که من میرفتم سر کلاس، بعد به استادم میگفتم که استاد مثلا من این حرکت رو مثلا امتحان کردم دیدم که مثلا خوب صدا میده، آیا این تکنیک خاصیه؟ بعد مثلا استاد میگفتش که آره مثلا بیا بهت بگم این چیه، مثلا خودت درپیه کش بودی، خودم در میآوردم یه سری چیزایی، استادم خندش میگرفت. بعد مثلا من توی حالا اون آموزشگاهی که بودیم من جوان ترین شاگردی بودم که استادم تا اون موقع داشت، دوبارم خیلی مدیونشم، خیلی کمکم کرده تو این مسئله و اینا. و اینطوری بودش که اتفاقا من یه پسرخاله بزرگتری دارم که از وقتی که من مثلا یادم میاد داشت بغل گوش من گیتار میزد. بعد چند وقت پیش همین دیروز پیروز یه عکسی پیدا کردم که پسرخالم با گیتارش نشسته و مثلا یه پسر بچه انقدیم و یه گیتار اسباب بازی دستم نشستم بغل دستش، و بعد داشتم اکثر نگاه میکردم یه ها مثلا اون عکاسی که برای اجرا بود مثلا عکسای اجرایی همین 3-4 روز پیشم رو فرستاد و اینطوری شدم که از کجا به کجا رسیدم. حالی کجا اجرا میکنی الان؟ یا هر روزت پره یا نه مثلا تو هفته 2-3 روزت؟ من اجراهام خیلی چیزه، خیلی حسی اجراهام، یعنی هر وقت که حس بکنم که الان به اجرا نیاز دارم اجرا میذارم. به خاطر اینکه ما کارمون از اینجا شروع شد که اجراهامون، من یه سری اجراهای اصلا کوچولو رفته بودم تو مدرسه و نمیدونم مثلا جاهای اینجوری کوچولو وقتی که بچه بودم و اینا، ولی اصل قضیه زمانی شروع شد که بعد از تابستون کنکور، چون تو کنکور که میخوای بدی یک عالمه پلن بعد کنکور داری که هیچ کدومش هم هیچ وقت اتفاق نمیافته. یکی از اصلیای مال من این بود که اجرا بذارم، شروع کنم ساز زدن جلوی آدینس جدی. بعد دیدیم که خوبه که من بودم یکی از دوستانم شاهین وزیری، جفتونم گیتار میزدیم، اون لید میزد من ریتم میزدم میخوندم. بعد رسیدیم یه جایی که خب ما دوتا بچه ایم که اول کارمونه، کسی به ما جا نمیده، در نتیجه خیابون شروع کردیم. یه تعداد زیادی هر هفته، هر پنجشنبه، هر جمعه اجرا خیابونی گذاشتیم جای مختلف، از باغ فردوس گرفته تا پارک لاله زدیم اومدیم پایین و اینها، تا اینکه یه کافه ما پیشنهاد داد که بچه بین کافه ما ساز بزنیم. البته آشنا بود، یعنی همکلاسیم بود پسر صاحبش توی سال کنکور، کافه عکس توی ساختمان اسکان. ما رفتیم اونجا شب اجرا گذاشتیم و یک تیمی هم اومده بودن، یه سری ریپورتر فرانسوی بودن با ما مصاحبه کردن، آدم های خیلی خیلی واقعا استادی بودن که من اینطوری بودم که ای مثلا این آدم مثلا با فاصله 2 متری من نشسته داره اجرا من گوش میده. اون قضیه گذشت، همین اینجا کافه نزدیک اجرا گذاشتیم. و بلیت فروشی میکنه دیگه اجرای کافه رو؟ نه
به خاطر اینکه ما یا از کافه پول میگرفتیم یا اینکه یه هارد کیس واز میکردیم و هر کسی که هر چی دوست داشت، هر کی عشق کرده بود مثلا، چون بحث مالیش نبود، بحث اجراش بود، احساس هست. آره بعد من خب کار تئاترم میکردم، یعنی قبلا بازیگری تئاتر میکردم، سال کنکور یه کاری داشتیم که حالا به نتیجه هم نرسید ولی خیلی مفید بود تمریناش و اینا، الان کار موسیقی تئاتر میکنم. اینا همش دست به دست هم داد که به نحوی تو اسپاتلایت روت باشه، یعنی اون صحنه ای که تو وایسادی و همه دارن نگات میکنن، حالا چه حالا منظورم که تو کافه که ما مثلا نشسته بودیم ولی بالاخره همه داشتن ما رو نگاه میکردن و یه حسی هست اونجا که اعتیاد آوره و من اینطوری هم که اگر مثلا بیشتر از 4 ماه اجرا نذارم واقعا حالم بد میشه. دوست داری دیدشی؟ آره این یک چیز مشترک بین همه هنرمندا، حالا به خصوص موزیسین ها که کار لایف کار اجرا زنده میکنن، یا مثلا بازیگر تئاتر هم اینطور. اجرای کافه هکس تموم شد، اجرای کافه نزدیک تموم شد و رسیدیم به حالا این وسط اجرای خورده هم داشتیم ماهی دوباره خیابون یه وقت یا دیگه مثلا دلی و اینها تا رسید به یک، یعنی حتی تو خیابون هم اجرا کردی؟ آره تو خیابون خیلی اجرا کردم. آره مثلا بابا دعوت نمی کرد؟ بابا نه دعوام نمی کرد، نه خیلی ساپورتیو بود بابا نساد کار موسیقی من، ولی این طوری بود که مواظبش مثلا اذیتتون نکنن، یه وقت مثلا در جریان آره سرتون به کار خودتون باشه، نمیدونم مثلا تو این روزا نرین بزنین مثلا، اینجا چیزای اینطوری. ولی نه خیلی اوکی بود با این قضیه. اما تو تدریس هم میکنی؟ الان من تدریس هم میکنم. آره تدریس گیتار. کسایی که بخوان یاد بگیرن چجوری میتونن تو رو پیدا کنن؟ پیج اینستاگرام هست @alinjoharchi بدون اسپیس و هیچی که میتونن دایرکت بدن و من تا اونجا که بتونم دایرکت رو جواب میدم و اطلاعاتو در اختیارشون میذارم و اگر خواستن میتونن بیان. خیلی عالی. پس کسایی که علاقمندن گیتار یاد بگیرن، چه الکتریک چه آکوستیک، حتما بیان به پیج آلین جوهرچی دایرکت بدن و من فکر میکنم که حتما خیلی معلم و استاد باحالی هستش، چون با اینکه سنش کمه خیلی هم خوشمشربه، خیلی هم خوب حرف میزنه، حتما این کارو بکنی از دست این اتفاق رو. Your breath is sweet with your eyes are like two jewels in the skies. Your back is straight, your hair is smooth on the pillow where you lie. I don't sense affection, no gratitude or love. Your loyalty is not to me but to the stars above. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go into the valley below. Your father is another who wanders by the trade. He'll teach you how to pick and choose and how you throw the blade. Yours is his kingdom, so no strangers there intrude. His voice is trembles as he calls for another plate of food. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go into the valley below. بعد از فوت بابا خوابشو دیدی کلا؟ آره خواب بابا رو زیاد دیدم. زیاد دیدی؟ آره فکر میکنم این درسته که مثلا فکر کنم 10-12 بار مثلا بوده که خواب دیدم و اینا. چیز مهمی بهت گفته؟ چیز مهمی به هم تو خواب نگفته، اینش خیلی جالبه که حضور بابا یه جوری تو زندگی من هست که اصلا خیلی حس نمی کنم که نیست، چون هست برام. خیلی اتفاقای دوباره معجزه وار افتاد این چند وقته، چون من مثلا یکی چی این بود که من کارت بانکی بابا دستم بود، خب بعد من یه سازی سفارش شده بودم
9 ماه پیش. خب بعد این سازه نمیرسید، نمیدونم باگ گمرکی داشت، بعد من خودم و یه ذره باگ مالی داشتم و اینا، به خصوص این دو ماه آخر که این اتفاق هم افتاد و من اصلا روم نمیشد اصلا حتی بابا بگم مثلا بابا مثلا پول سازم و مثلا اصلا قبلش هم روم نمیشد خیلی به بابا مثلا بر چیز مالی بگم، همیشه خودش حواسش بود مثلا اوکی میکرد. بعد فوتو سه روز چهار روز بعد فوتو بابا یه اینطوری شد که آره سازت رسیده، بعد یه اینطوری شد که من دوتا سازه قبلیمو آره دوتا سازه قبلیمو گذاشتم برای فروش، سه ماه چهار ماه برای فروش بودن، یهو جفتشون با سرعت با قیمت خوب رفتن و من رفتم سازمو گرفتم در حالی که همه کارت بانکی بابا بلوکه شده بود به غیر از اون یه که دست من بود. خیلی این برام جالب بود و اینطوری بودم که اوکی مرسی بابا. یعنی همیشه این حضورشو تو حس آره. میکنی تو زندگی. بعد رفتم حساب بانکی وا کردم خودم، بعد توی اون برگه‌ای که بهم داد که رمزو نوشته بود من رمز وا کردم، بعد اینطوری شدم که از اون خانومی که بود پرسیدم که شما رمز خودتون میدین؟ گفت نه رندوم میاد و رمز این بود که 1347 سال تولد بابا. او تو خواب چی؟ این خوابایی که دیدی کدومش خیلی اگه تو ذهنت هست؟ خوابها رو بعضیشو نوشتم اونه که لازم بود. و چی نوشتی؟ اتفاقایی که میافتاد، یعنی این بود که معمولا یک سری تجدید خاطره بود بیشتر، خب با یک سری مثلا حالا دستکاری هایی که خواب میکنه. خب میبینی مثلا خاطره های جالبی که مثلا با بابا داشتیم، شده مثلا یه سری رفتیم یه سالانی بود که مثلا هنرمندان بودن فوتبال بازی کردیم، اونو خوابش رو دیدم در صورتی که من بیرون نشسته بودم نگاه میکردم، چون مثلا چونم 10 سالم بود مثلا، اساسا هم که تو ورزش خیلی سرشته ندارم. یکیش اون بود که خیلی جالب بود. بعد مثلا حالا اون چیزی که یادم مونده بود این بود که مثلا بابام یه صحنه برگشت نگام کرد و لبخند زد، اینو مثلا نوشتم. مثلا چیزا میگم بیشتر خاطره بودن، این یه دونه خیلی برام بولد و جالب بود. یه صحنه به صحنه ای بود که من نشسته بودم بالا سر بابا و بابا داشتیم حرف میزدیم و اینا، بعد بابا شب بخیر گفت خوابید، من مثلا همچنان بالا سرش بودم و اینا، بعد مثلا بیدار شدم. آلین بعد از فوت بابا کلی شایعه و حواشی مختلف توی فضای مجازی و حتی رسانه‌های خیلی رسمی اتفاق افتاد و منتشر شد. آزاردهنده ترینش کدوم بود؟ شایعه‌ای که راجع به بابات شنیدی؟ آزاردهنده ترینش این بود که یک عکسی بود که منتشر شد و یک سری پیج‌هایی که از طریق گذاشتن عکس هنرمند و فالوورای آنچنانی جذب میکنن نوشته بودن که حسن جوهرچی و همسر دومش. آره این خیلی بود. و من اینطوری بودم که میخواستم برم مثلا پیدا کنم کی گذاشته. آره چون مامانت هم دید؟ مامانم، ما خیلی سکره مامان نبینه ولی دید و اونم ریخت به همون. یه شب مثلا دیگه نزدیک بود که من زنگ بزنم اورژانس، مثلا انقدر مامان حالش بد شده بود. یعنی باور کرده بود؟ نه باور نکرده بود، با توجه به اون حواشیی که اتفاق افتاده بود چه قبل چه بعد، اونایی که خانوادگی بود این تشدیدی میشد بر اون به خاطر اینکه حالا اونا خودشون عکسو از یک جایی برداشته بودن که مهم نیست و فلان و اینها، و اینکه آره این خیلی رو اعصاب بود. من هر جا میبینم سریع دایرکت میدم که سلام، من مثلا پسر حسن جوهرچی هستم، اینو مثلا بردار. یعنی ببین یه شایعه میتونه بنیان یه خانواده رو کلا نابود بکنه دیگه، اونم تو این شرایط سخت شما که الان بابا هم نیست، تو در واقع یه عکسی با یه خانم منتشر میشه. حالا اون خانومه کی بود؟ کلا هوادار.
مثل عکسی که واسه مهراب مدیری منتشر شده دقیقاً آره عکسی هست که دادن زن مثلا فلان مهراب مدیری. پس این یه شایعه‌ای بود که اذیت می‌کرد. اصلا چرا اسمت آلینه؟ ببین این سوال خیلی هم میشه. خب اسمت خیلی تکه، خیلی وقتا هم توهین‌آمیز میشه این قضیه. چرا؟ کامنت هایی که میاد و اینها با توجه به اینکه بابا همه جا منو علی معرفی کرده. حالا چیه قضیه؟ قضیه اینه که دو اسمی بودن یک چیز کاملا رایجه. خب من هم خودم دو اسمم هم خواهرم. خب قضیه چیه؟ قضیه اینه که آلین یعنی طلوع آفتاب، رومانیایی هم هست. خب و قضیه اینه که حالا با توجه به اینکه حالا ایرانی نیست، باگ چیز داشت، ثبت احوالی داشت، آره نمیذاشتن به هر دلیل، ولی آلین صدا کردن همیشه. خب چه دوستان نزدیک چه خانواده و اینا. قضیه هم این بود که پدر فکر میکرد چون آلین یک اسم قبول نشده است برای فرهنگ ایرانی، بله. هر جا میرفتی منو علی خطاب میکرد. خب و اون جا افتاد. آره و اون جا افتاده و من اصلا مشکلی برام نیست که علی صدا بکنن. خب ولی یه ذره هم برام عجیبه به خاطر اینکه من همیشه علی صدا شدم و خب بیشتر هم دوستش دارم چون تک هم هست به همون موازات که من خواهرم اسمش شناسنامش آواز و تو خونه سواتای صداش میکنیم. سواتای ترکیه به معنی آب جاری، آب روان. بابا انتخاب کرده اسم تو رو؟ اسم من رو مامان، اسم آوا رو بابا انتخاب کردن. آره. چقدر عالی. چون پدر از طرفی به اردبیل برمیگردن، ما از این طرف به اون ور. آلی جا ما چند تا سوال دیگه داریم که بیشتر از این هم نمیخوایم تو رو اذیت بکنیم. بیشتر چیزی که بابا رو ناراحت میکرد چی بود یا خیلی اذیتش کردی نواخه؟ ببین دو تا سوال متفاوتن. بیشتر این چیزی که اساساً بابا رو ناراحت میکرد این بود که ما یه من و خواهرم یه کار اشتباهی بکنیم که آبروی بابا در خطر بیفته. مثلا میگم این اتفاق حالا هیچ وقت نیفته بود، ولی مثلا اگر از مثلا مدرسه زنگ زدن میگفتن مثلا پسرتون مثلا این کارو کرده، مثلا بیاین مثلا چه میدونم بیاین ببرینش، مثلا هرچی، بابا خیلی ناراحت. یا مثلا من اگه درسم نمرام بد میشد بابا خیلی قاطی میکرد. آره همین که با آبرو من میره اینجوری. آره اینطوری بود که مثلا چون بابا داشت این پرسیجر داشت که مثلا حسن جاش پسرش باید مثلا فوق العاده باشه، یعنی بر همین همیشه سعی میکردم که یعنی بیشتر از این که مثلا سر کنکور، بیشتر از این که اینطوری باشم که دانشگاه خوب قبول شم، یا مثلا بیشتر این که اینطوری باشم که مثلا بنیاد ملی نخبگان و چه میدونم مثلا دانشگاه تهران، نه اینطوری بودم که من رتبه رو روم شده بابام بگم که ترشم خدا رو شده کشم. تو رتبه چی بود؟ من رتبه شد سر 36 کشور. بابا دمت گرم. خیلی بعد من برای یک آدمی که من راهنمای دبیرستان ایران نبودم و اولین کنتاکتم با دروس عمومی سال کنکور بود. آفرین. این خیلی برام سخت بود. درساتو خونده بودی؟ آره خدا رو شکر من یک سری دوستانی داشتیم که همه مثلا من بعدشونم. نه بابا تو که درجه یکی توی سر بود. اولی باری که آهنگ خوندی بابا چی بود؟ اول خیلی جالبه، من از اونجایی که خیلی خجالتی ام اولین باری که میخواستم برم اجرا بکنم تو خیابون و اینا مثلا به مامان اینطوری بودم که آره مثلا فلان روز اجرا داریم و اینا، کی میخونه؟ خودم. بعد اینطوری شدن که تو مگه میخونی اینجوری؟ یعنی اصلا هیچ ایده‌ای نداشتن که مثلا من تو اتاق بر خودم تمرین میکنم و اینا، برای همین خیلی شوکه شدن و اینا. ولی بابا به خاطر مشغله کاری و اینا نمیتونست اجرای من زیاد بیاد. یه اجرایی داشتم پارسال، فکر میکنم پارسال بهار، توی یه کافه توی انقلاب که بابا فکر میکنم برای اولین بار بود اومد سر اجرای من، چون خب نمیتونست به خاطر مشغل کاری و اینا، اومد و اجرای دید و اینطوری بود که من دوتا ترک زدم که بابا به معرفی کرده بود و خیلی هم باشون مثلا با هم دیگه خاطره داشتیم و اینا، یکیش بوتان ریور استیکس بود، یکیش آی استارت جوک بی جیز. من بابام بی جیز خیلی دوست داشت فعلا. آره بعد خیلی احساساتی شد و اینها. بعد یه بار قبل از این داستان ها
بابا یه حال همون مریضی داشت و این همون یک سال پیش که در واقع یک سال اندی پیش که بابا رو برده بودم بیمارستان معشد بعد که برگشت اومد پیش ما، اینطوری شد که اومد نشست گفتش که آلین یه چیزی بزن و اینا، من همین دیجیزه رو زدم و کلش رو با هم خوند و چشاش پر عشق شده بود و اینها. این ترکر خیلی دوست داشت که اجرام کردم براش، که حالا این چیزایی که آلین داره تعریف میکنه حالا ما سعی میکنیم که از اجراش تصویراش رو بگیریم لابلای این گفته بود. آره حتما حتما پخش بکنیم. Oh.